برادر او پروفسور کاظم رجوی در اروپا توسط رژیم ایران ترور شد. همسرش اشرف در سال 1360 پس از محاصره توسط پاسداران در یک خانه تیمی در تهران تا آخرین گلوله جنگید و جان باخت. خواهر او منیره در سال 67 پس از شکنجه های بسیار اعدام شد. مسعود رجوی متولد 1327 در شهر طبس، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران. او در سال 1346 به عضویت سازمان مجاهدین درآمد. محمد حنیف نژاد بنیانگذار مجاهدین او را به دلیل صلاحیت‌های ویژه‌اش وارد گروه تدوین ایدئولوژی مجاهدین کرد. در سال 1350 همه اعضای مرکزیت مجاهدین از جمله مسعود رجوی دستگیر و به شدت شکنجه و به اعدام محکوم شدند. به ویژه اینکه مسعود رجوی و بقیه اعضای مرکزیت با پذیرفتن اتهامات اعضای پایین‌تر زمینه آزادی و فعالیت مجدد اونها در بیرون از زندان رو فراهم کردند. همزمان در اثر فعالیت‌های گسترده پروفسور کاظم رجوی، برادر او در اروپا و فشارهای بین‌المللی و نامه ده‌ها شخصیت مشهور مثل ژان پل سارتر به دستگاه حاکم، حکم اعدام مسعود رجوی از اعدام به حبس ابد کاهش یافت. در سال 1354 سازمان مجاهدین توسط اپورتونیست‌های چپ نما متلاشی شد. اونها اعلام کردند که این سازمان در مسیر ترقی خودش به سمت چپ یعنی رادیکالیسم مارکسیست شده. نقش کلیدی مسعود رجوی در بازسازی مجدد مجاهدین توان هدایت کنندگی و رهبری اون رو در این سازمان بیشتر برجسته کرد. مسعود رجوی در زندان و در زیر فشارهای ساواک با تدوین یک بیانیه 12 ماده‌ای سازمان مجاهدین را دوباره بازسازی کرد. از جمله او در این بیانیه اعلام کرد به رغم اینکه ظاهراً ضربه از چپ یعنی به اصطلاح مارکسیست ها به مجاهدین وارد شده، کماکان تهدید از طرف راست یعنی ارتجاع یا به قول معروف تفکر آخوندیه. از طرفی اعلام کرد اسلام مجاهدین در چپ مارکسیزم قرار داره و در نتیجه نمیتونه در حرکت و ترقی به سمت چپ به مارکسیزم میل کنه. مسعود رجوی در 30 دی ماه 1357 با فشار مردم از زندان آزاد شد. او و سازمانش پس از پیروزی انقلاب به دلیل مخالفت با اصل ولایت فقیه از حاکمیت طرد شده و مستمرن مورد حمله قرار میگرفتن. خمینی به ویژه از طریق پسرش احمد تلاش زیادی کرد تا مسعود رجوی رو که سازمانی متشکل از ده ها هزار روشن فکر و تحصیل کرده مسلمان رو هدایت می کرد جذب سیستم کنه، اما اون نپذیرفت و از جمله درخواست خمینی برای شرکت در سرکوب احزاب دیگر رو رد کرد. در این دوران میتینگ های مسعود رجوی با استقبال صدها هزار نفر روبرو می شد. روزنامه لومون در مورد کلاس‌های تبیین جهان او در دانشگاه تهران نوشت این یک کلاس فلسفه ده‌ها هزار نفری است که نباید آن را از دست داد. در دی ماه 1358 مسعود رجوی به دلیل رأی ندادن به قانون اساسی ولایت فقیه از کاندیداتوری ریاست جمهوری حذف شد. پس از 30 خرداد و به رگبار بسته شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز و نیم میلیون نفری هواداران مجاهدین در تهران، دفتر سیاسی مجاهدین به رغم مخالفت مسعود رجوی با خارج شدن از ایران، رأی به خروج او از ایران برای تشکیل یک آلترناتیو سیاسی داد. او پیش از خروج در 30 تیر 1360 شورای ملی مقاومت ایران را تشکیل داد و از همه نیروهای مخالف حکومت خواست به این شورا بپیوندند. مسعود رجوی در 7 مرداد 1360 در یک عملیات پرواز پرریسک که توسط برجسته‌ترین پرسنل نیروی هوایی هوادار مجاهدین طراحی شده بود، مخفیانه از پایگاه 1 شکاری تهران به پاریس پرواز کرد. او در 17 خرداد 1365 ارتش آزادی بخش ملی رو در نوار مرزی ایران تأسیس کرد که عملیات بسیاری از جمله فروغ جاویدان رو برای سرنگونی آخوندها انجام داد و در این عملیات 150 کیلومتر در خاک ایران پیشروی کرد. پس از حمله آمریکا به عراق در شرایط پیچیده ایران، منطقه و جهان، مسعود رجوی تا کنون که بدنه اصلی مجاهدین به آلبانی منتقل شدن، نقش هدایت کنندگی رو در چالش هایی که این سازمان با اون مواجه بوده بر عهده داشته. استراتژی کنونی و اعلام شده توسط رهبری مجاهدین برای سرنگونی، استراتژی قیام و سرنگونی با ارتش آزادی و کانونهای شورشی در ایرانه. مسعود رجوی در پیامی به تاریخ 30 تیر 1399 مجدداً تأکید کرد هر نیروی جمهوری خواه و ملتزم به نفی کامل نظام ولایت فقیه که خواهان استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدای دین از دولت است با ماست و ما با او هستیم.